در پارس به تمام پارس زبون ها خیلی چاکل ما میدونم رو به باشین دمتون گم که با ما همراهید نگاه زیبا و اون چشم های رو به ما میدید اومدین با پارت سه زبون مسئله ایرانی با حروف آ دیگه پارت آخر این حروفه خیلی خوب رفقا اگر که قسمت های قبلی رو ندیدین لینک قسمت اول الان میاد اینجا این بالاست اگه یه کوچولو صعب کنیم انقدر انقدر اگر که صعب کنید حالا انقدر که حالا زیاده واسه این تایم ولی انقدر که صعب کنی الان لینک قسمت دوم اومدیم بالا برید ببینید از قسمت اول شروع کنید زرب و مسلا الان فعلا سر هو... نه سر که نه ببخشید الان حروف اول فارسی هستیم آ آره دیگه آ الان آ میاد این بقیه ولی خب در کل که زیاد پر حرفی نمی کنم بزن بریم سراغ ویدیو ولی قبلش لایک و سابسکرایب یادون نره به اندازه مرامتونم کامنت بذارید نظر بدین چه راجب ویدیو چه راجب روند ویدیو یا هر چیزی به اندازه مرامت هر چقدر یه مرامت میرسه کامنت رو بذار کامنت انگلیسی بذار که ساباتون نریزه و اینکه اون زنگوله هم بزنید بذارین روال در کل که مشتی باشید بدون هیچ پر حرفی بزن بریم سراغ ویدیو خیلی خوب رفقا میگه که آفتاب خرج لحیم یعنی خرج بیهوده برای تعمیر وسیله که از کار افتاده و ارزش درست کردن ندارد خیلی از این رابطه ها را بدین بره آفتاب خرج لحیمه خودتون رو اذیت نکنید که البته تعمیر بحث تعویز است ولی باز هواستون رو جمع کنید میگه آفتاب دزد یعنی دزد ای که چیز بیارزشی مثل آفتابه را بدزدد نفر بعدیه که میگه او چه کیسی تور کردن ببخشید میگه که آفتاب لجن هفته است شام و نهار هیچی یعنی تشریفات و امکانات زیاد اما کیفیت کم آقای خودش و نوکر خودش یعنی کسی که برای خودش کار کند و تحت فرمان کسی نباشد و طبعا خوب و آبرومند هم برای خودش خرج کند داشای آب جای گلم دیگه همگیدون مستقلی دستتون تو جیب خودتونه چشم انتظار کسی نیستید آقا و خانم خودتون باشین و نوکر خودتون خیلی چکرین آمد ابروش رو درست کنه چشمش را کور کرد یعنی آمد کار را درست کند خرابترش کرد اینو بیشتر دوستاتون میفهمن و که میان یک کاری رو انجام بدن واسه دون تو رابطه ولی میزنن یه زندگی رو نابود میکنن به همین راحتی آمد سواب کنه کباب شد یعنی کسی که کار خیلی انجام دهد و گرفتار شود اینم عجیبه مربوط به بالایه میشه آمد نیامد داشتن عقیده خرافی راجع به این که انجام بعضی کارها یا بعضی چیزها یا بعضی روزها و یا حتی بعضی از اشخاص و غیره خوشیوم, خوشیوم نست و شانس خوبی می آورد و بعضی نحس و بدیوم بوده و بدی و غم به همراه می آورد آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟ یعنی بالاخره آمدی ولی دیر است بله میگه که آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا؟ حالا که از این حالم لبه در ایستادم لحظه مرگم آمدی آشقال ببخشید بیرمت بود ولی خب در کل یه دفعه زد به اینجا نمیشه منکرش شد یه افرادی که ثروتمند هستند بیشتر هرسمال میزنند شما نظرتون رو تو کامنت ها بزنید بگید دمتون گرم آنچه با تدبیر توان کرد با زور بازو میسر نشود یعنی آنچه بر نه بعدی چرا میخونی یعنی خیلی از مسائل و مشکلات و گره های کور زندگی بدون نیاز به نیروی جسمانی با قدرت عقل و درایت انسان قابل حل است بله آنچه بر خود نمی پسندی بر دیگران هم نپسند یعنی دیگران را هم مثل خودت و نزدیکانت بدان توی که تو خیابون به چه مردم میگیری میزنی به زور میبریش میکشیش اون چه واسه مردم میخوای واسه خونواده و واسه خودت هم بخوا با تشکر آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری یعنی تعریف از کسی که دارای فضائل و خوبی های فراوانی چه ظاهری و چه معنوی باشد شما را میگه آن چه خوبان همه دارند شما با یه زا همه را دارین کپه کردین اسمانی شد یه لحظه آنچه نصیب است نکم میدهد گر نستانی به ستم میدهد یعنی قسمت هرچه باشد همان میشود قسمت و بیخیال خودت پاشو یه حرکت واس خودت بزن خودت بساز زندگی و دوست دارم زندگی و بیخیال آن را چه حساب پاچه است از مصاحبه چه باچه است کسی که کار خلافی انجام نداده از چیزی نمی ترسد ولی تو این دور زمونه یه همی پاد بالایی به همین سادگی انقدر بیرحم شده آن را که عیان است چه حاجت به بیان است یعنی چیزی که روشن است احتیاج به گفتن ندارد اینو مثل هم بالایی میشه آب آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت یعنی گذشته باز نمی گردن. ولی حق ما هست که عید آن سرش ناپیدا یعنی نامشخص بودن آینده خودت آینده تو بساز آنقدر عقب رفت تا از آن طرف پشت بام افتاد یعنی افراط و تفریط و نداشتن اعتدال در انجام کاری بله آنقدر سمن هست که یا سمن توش گمه یعنی تعداد افراد یا چیزهای خاص و مورد توجه آنقدر زیاد است که دیگران به حساب نمی آیند بله آنقدر مار خورد <تص> ببخشید ما خنده میگیره آنقدر مار خورده تا افعی شده یعنی اشاره به شخص یا تجربه زیرک و دانا کسی که بیشتر از بود منفی مد نظر باشه اینو میسپارم به شما تو کامنت ها بگید دیگه در کل که مشتی باشید میگه که آن کس که نداند و بداند چه نداند آخر خرچ لنگ به منزل برساند یعنی کسی که از نارا، نادانی خیش با خبر است و بداند که از انجام کاری برمی آید این خیلی مثال معروفی هنوزم دارن از تو, تو کتاب ها استفاده میکنن هنوزم دارن میگندش همیشه فنزوناتون رو خالی کنید بذارید برسه به اون درجه ای که شما تجربه کسب کنید بله آواز دهل شنیدن از دور خوش است یعنی شنیدن وصف خوشی ها همیشه واقعیت ندارد هیچ چیزی رو تو دنیای مجازی باور نکنید همه فیکه همه فیکه ولی یه چیزی برای من خیلی جالبه بقیه مثلا تا ما رو میبینن خب میگن او چقدر خوبه چه زندگی چه فلانی ولی وقتی که یه کوچولو نزدیک به ما میشن میبینن که مشکلات و سختی ها رو ببین چمدون بسته بدون هیچ بدون حتی هیچ نامه ای شبونه میذارن میرن این بده خیلی آه از نهاد برآمدن یعنی سخت ضربه خوردن و به جلز و ولز افتادن چه از لحاظ جسمی و چه روحی آهای آهای خبردار ای مهمون یا سمسار یعنی اشاره به مهمانی که چشمش و حواسش به جای این که به صاحب خانه باشد به سر و وضع و اسباب خانه است واس همین اسکو مامانای قدیمی وقتی که یه مهمونی یا حالا یه حالای مراسمی میشه ببین حتی لایه درز دیوارم پاچ میکنم بله. آه ندارد با ناله صدا کند یعنی وصف درماندگی و نداری کسی یا اغلب در زمان تحقیق کردن به کار می رود اینو هیچ وقت استفاده نکنید دمتون گم مشتی باشید ولی اینو هیچ وقت استفاده نکنید آهن سرد کوبیدن یعنی کار بی حاصل و بیهوده کردن آینش پاچ نیست ناخالص است صاف و ساده نیست این برمیگرده به همون از نگرفتن عواصونو رو خیلی جمع کنید گول این افرادی هم نخورن که میگن گذشته مهم نیست اتفاقا خیلی هم مهمه. مهم آینش را گم کرده یعنی عیبجو و بدگو عیب خود را در دیگران میبیند یا عیب خود را ندیدن وای اینا آینش ها گم کرده <applause> آینه به دست زنگ... آینه به دست زنگی یعنی ای به خود را روی دیگران گذاشتن این خیلی بده آینه به دست زنگی نباشید آینه دق یا آینه دق یعنی انسان اخمو بد اخلاق و اونق و یا هر چیزی که انسان را به یاد دقم بیندازد وای دیدیش آین دقه خب میرسیم به آخرین زربال با حروف آ آیه یس خواندن یعنی حرفای نامید کننده زدن ببخشید این کتاب دیگه آشولاشه این کتاب چاپ سال 85 من اون سال این کتاب رو خریدم به 3500 تومن بله نمیدونم معلومه یا نه هنوز نور پردازمون اونجوری نیست نمیدونم ولی دیگه تموم شد یه الان میرسیم به حروف ا خب دمتون گرم خیلی چاکری خیلی خوب رفقا دمتون گرم که با ما همراه بودید نگاه زیبا و اون چشمای خوشگلتون رو به ما دادید این قسمت این حروف آ از زبان مسئله ایرانی تموم شد و اینکه حروف بعدی اه 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 با تشکر میریم سر سراغ حروف ا و اینکه دمتون گرم چه با ما همراه بودید اگر که تا الان لایک و سابسکرایب نکردی حتما لایک و سابسکرایب رو بزن کامنت کامنت هم به اندازه مرامت بذار گه هر چقدر مرام داری و اینکه کامنت انگلیسی بذاری تا سوالتون نریزه و اینکه اون زنگوله ای رو بزنید بذارید رو آل در کل مشتی باشید همه جوره تو زندگیتونم مشتی باشید و اینکه تا زبول مسئله های بعدی بدرود پارسی خیلی چاکری